به خدا شاگردای عزیز سلام خوب هستین بخیر هستین جور باشین سعادت باشین خب شاگردای عزیز ما و شما چی بود مضمون ریاضی را می‌خوندیم ما هم درست است ما و شما مضمون ریاضی را می‌خوندیم صنف چندم صنف نهم درست است فصل دوم از مضمون ریاضی خود ما که چی است روابط بین دایره و خطوط مستقیم جلسه چندم میشه جلسه سوم میشه درست است قبلی که بگیم چی در فایر ما و شما باید امروز بخوانیم چه عناوینی رو بخوانیم اول بگین که کارخانه گی روان کردین به ما یانه یعنی قرار بود که کارخانه روان کنین درست است چه طریق روان میکردین بگین خودتون آفرین از طریق واتس اپ نمبر چند بود 20964 780 255 4013 درست است اگر کدام سوالی دارید مشکل در حل کارخانگی دارید کدام پیشنهاد دارید انتقاد دارید میتونید با ما در ارتباط باشید با همین که بر شما خواندم درست است خب ما و شما امروز چی رو میخوانیم اهداف جلسه سوم ما و شما امروز چه عنوانا رو میخوانیم یک زاویه خارجی دایره رو میخوانیم و بعد از چی رو میخوانیم دایره محیطی رو میخوانیم اگر یادتان باشه جلسه قبل زاویه داخلی خواندیم دیگه گفتیم اگر دو تا وتر در دا دا دایره همدیگر را قطع کند نمای زاویه‌ای که داخل تشکیل میشه به اونا میگیم زاویه های داخلی و زاویه داخلی چه رقم میشد اگه یاتون باشد گفتیم نمو قوسا جمع میکنیم بخش بر دو یا تقسیم بر دو میکنیم درست است اون قوسا بر اساس درجه است دیگه نه؟ خب پس بریم سر تخته زاویه خارجی باید معرفی کنیم که زاویه خارجی چی است و چه رقم دریافت میشه نظر به قوسا چه رقم دریافت میشه درست است زاویه داخلی یک یاداویرو برت میکنم که به چه شکل است ما و شما گفتیم که اگر یک دایره داشته باشیم اینی دایره ما و شما باشد و دو هم داشته باشیم اینی دو وتر وتر اے و سی دی اینی دو وتر همدیگر را قطع کده این نقطه رو نامشرو بگیریم فرق نمیکنه اینی چی باشد زاویه مثلا او باشد او یک او یک سیست زاویه او یک اینی او یک است دیگه در اینجا شکش باید مشخص کنیم اینی زاویه زاویه او یک به این زاویه میکنید یک زاویه چی؟ زاویه داخلی زاویه او یک چی میشد؟ زاویه او یک بود با اگر یاد تماشه جلس پیش رو کردیم دیگه این همی قوس سیست قوس مقابلش یعنی ادی. پس قوس ادی. جمع قوس سی بی اینی قوس است قوس پس قوس ای دی. جمع قوس سی بی تقسیم به دو سیست یا میتونیم بجای تقسیم به دو از ضرب در یک بر دو استفاده کنیم فرق نمیکنه این اگر ما ضرب یک بر دو هم کنیم همین میشه به این شکل میتونیم نشته کنیم قوس ای دی جمع قوس CB بی ضرب در یک بر دو ضرب در یک بر دو یا تقسیم به دو یک معنا رو فرقی نمی جوابش یکی میشه پس یای یا یای میتونیم استفاده کنیم پس این شد زاویه داخلی در دا یک دا دایره حال درس این روز ما و شما چی است زاویه خارجی است زاویه خارجی پس من پاک زاوی کنم زاویه خارجی رو بکشم و بعد قضیه ثبوت کنم چی است زاویه خارجی را قرار است بگیم که چی است ما و شما اگر یک دایره داشته باشیم شاید عزیز دقت کنید یک تا دایره داشته باشیم این دایره ما و شماست است؟ و یک نقطه خارج از دایره باشه اگر ما یک دو تا چی قاطع رفت کنیم به دایره صحیح دو تا قاطع رفت کنیم این نامش باشد در اینجا باشد پی به عنوان مثال که باشد ای اینی باشد دی سیس یا هم باشد سی و یا باشد چی دی این نقطه سیس فا چرا چرا شد دیگه نه اینی زاویه را شاگرد از دقت کنید اینی زاویه پی را به این میگیم یک زاویه خارجی به دایره زاویه خارجی پس زاویه که چی است دو قاطع را به دایره رفت شود یا یک قاطع و یک مماس رفت شود به عنوان مثال به این شکل باشد دقت کنید یا قاطع و یک مماس یک مماس باشد یک تا قاطع باشد سیست اینی زاویه هم چی میگیم زاویه خارجی بهش میگیم یا چی باشد دو مماس باشد به این شکل باشه دو مماس به دو مماس باشد سیست اینی زاویه بهش میگیم زاویه خارجی پس ما دهی ثبوت میکنم دو اردام سیست فهم چرا خم شد دیگه نه به ثبوت میکنم و او اردام دقیقا از روی همین ثبوت میشه و آسان است پس این فعلا کار نداره میاردوره من اول اصلی ثبوت میکنم پس اگر ما یک تا زاویه خارجی داشته باشیم زاویه خارجی زاویه پی ما چی است زاویه خارجی است این زاویه نظر به این قوسا میخوایم بگیم که چی میشه چه رقم دریافت میشه به شکل انجام میتیم دقت کن شاگرد عزیز پس ما رو به شکل انجام میدیم میگم که من میایم از کجا از ای بدی وصل میکنم از ای بدی اگه وصل کنم به میشه صحیح از ا بدی وصل کردم مثلث ای پی دی را در نظر بگیم در مثلث ای پی دی فامیل چه خم شد؟ مثلث ای پی دی اینی مثلث این مثلث اگه در نظر بگیریم اینی زاویه شگرد عزیز نامش بانم زاویه ای دیگه سایست ای یک بانم دیگه سایست اینی زاویه زاویه ای یک چی است؟ یک تا زاویه خارجی مثلث ای پی دی است دیگه نه زاویه خارجی شد زاویه خارجی چی بود؟ بود مج... اگر یادتان باشد مجموع زوایای داخلی غیر مجاور یعنی ای یک مساوی با پی جمع دی یعنی پی و دی را هر با هم جمع کنیم چی میشه اما ای یک میشه صحیح پس چه رقم شد پس من نوشتم میکنم زاویه ای یک ما و شما چی میشه میشه پی جمع زاویه دی صحیح تانه؟ بله دیگه زاویه چی است زاویه خارجی مثلث است پس چی میشه مجموع زاویه داخلی غیر مجاور خب از اینجا من زاویه پی رو میخوام دریافت کنم دیگه نه پس من سی رو میتونم او بر انتقال بدم سیست پس یک معادله است دیگه سی علامش مثبت است دو بر بره چی میشه منفی میشه پس چی میشه ای یک منفی زاویه سی مساوی با زاویه پی سیست پس زاویه پی میشه ای منفی زاویه سی خب حال زاویه A خودش است اگر دایو دقت کنید، زاوی ای یکی نیست این زاوی است این زاوی یک زاوی چی زاویه زاوی است زاوی محاطی تا نست دیگه زاوی که رأسش روی خود دایره باشد و از لای چی باشد وترای دایره باشد یعنی دو زیلش وتر دایره است و چی میشه زاوی محاطی؟ میشه قوس مقابل تقسیم بر دو پس قوس مقابل یک چی قوس بی دی است صحیح پس بجای یک میتونم چی نوشته بی دی قوس بی دی تقسیم بر دو صحیح منفی زاویه سی چی زاویه سی سی, سی رو وان. سی با بخش سی نه. دی دیگه دی با نوشته کنیم پس یک بار دیگه دقت کن شاگرد عزیز زاویه یک میشه پی جمع دی دیگه من به جای دی سی نوشته کدم. صحیح پس این باید دی باشد زاویه پی جمع دی صحیح پس پی جمع دی چی میشه میشه یک پس زاویه پی که خب این چی است این نامش دی بود دیگه پس این هم دی شد پس زاویه یک گفتیم زاویه چی رو می‌خوام در زاویه پیر دریافت کنیم پیر دایی بر نگاه داشتیم و دیر رو دوباره انتقال دادیم شد منفی دی زاویه یک چه زاویه محاتی بود دیگه زاویه یک محاتی بود میشد قوس مقابل تقسیم بدو زاویه دی چی زاویه دی هم یک زاویه محاتی است زاویه دی زاویه دی هم یک زاویه چی است محاتی است دقیقاً قوس مقابل است AC سی پس این میشه قوس AC تقسیم به دو مفاهیم میشه با زاویه پی فهم شد دیگه نه پس زاویه پی ما و شما چی شد قوس بی دی تقسیم بر دو منفی قوس اس تقسیم به دو پس من میرم ده اینجا نوشته میکنم ده اینجا پس چی میشه پس زاویه پی ما و شما مساوی است با قوس بی دی تقسیم به دو منفی قوس اس تقسیم بر دو قوس اس تقسیم بر دو خب مخرج از این مساوی است دیگه یک تا از مخرج نوشته نوشتم میکنم صحیح یک از مخرج های دو رو میکنم صورت ها منفی میشه دیگه پس قوس بی دی منفی قوس ای سی پس چی شد؟ هم س... یک نکته بسیار مهم این به عنوان قضیه میتونیم بگیم ثبوت میشه کرد که زاوی خارجی زاوی خارجی دایره چی میشه زاوی پی این قوس مقابلش مهم است قوس کلانش منفی قوس خردش تقسیم بر دو صحیح پس قوس BD منفی قوس اس بی منفی اس تقسیم به دو اگر یادتان باشد زاویه داخلی چی میشه؟ جمع هر دو قوس میشه تقسیم بر دو درست است جمع هر دو تقسیم بر دو اما زاویه خارجی چی میشه قوس کلان منفی قوس خرد تقسیم بر دو زاویه چی میشه زاویه خارجی میشه درست است خب یک تا مثال کار کنم اینجا. یک تا مثال ما شما اگر کار کنیم به میشه با عنوان مثال ما شما اینی رو داریم گفته این در چند میشه این قوس کلان 80 درجه باشد قوس کلان ما و شما 80 درجه باشد سیست قوس خرد ما و شما 20 درجه باشد فرمولی چرا خمش دیگه نه آل زاویه نامش باشه زاویه نام زاوی مثلا پی زاویه پی رو گفته در افق زاویه پی چی میشه گفتیم که قوس کلان 80 منفی قوس خرد 20 پس میشه 80 منفی 20 تقسیم به دو خب 80 منفی 20 چند میشه؟ 80 منفی بیست میشه 60 است. تقسیم به دو پس پی مساوی است با 60 تقسیم به دو چند میشه؟ سی درجه میشه پس پی رو ما و شما درافت کردیم چند درجه؟ سی درجه نظر به قوسهای چرا خم شد دیگه نه؟ پس این چی شد؟ یک تا مثال بود دیگه اینیج مثال ما و شما بود که خط که مشخص باشد فقیفا میده چرا رقم شد دیگه پس شاگرد عزیز این بود زاویه خارجی پس زاویه خارجی بود نامشه زاویه خارجی زاویه خارجی چرا خم شد گفتیم چرا در دریافت میشه عمال گفتیم پس دقت کن یک زاویه خارجی ما داشته باشیم در دا یک دایره چرا خم میشه این قوس کلان منفی قوس خرد تقسیم به دو سیست پس زاویه داخلی یادت باشه زاویه داخلی چی میشد جمع هر قوس تقسیم بر دو میشد اما زاویه خارجی قوس کلان منفی قوس خرد تقسیم بر دو درست است شاگرد عزیز یک تا مثال دیگه کار میکنیم به اگر ما این شکل داشته باشیم دقت کنید سوال بیشک این ای سوال کار میکنیم در امتحان زیاد آمده این سوال پس فکرت باشه که فکرتان باشه بسیار مهم است ما اگر چنین دایره داشته باشه این نقطه باشد نقطه P و دو قاطبه رفت شده باشد به با دایره این نقطه باشد نامش ا، این نقطه نامش باشد B این نقطه C و این نقطه چی باشد D سهیست؟ خب و به با این باشد به D وفت شده B هم به C وفت شده این نقطه نامش او باشد اینی زاویه باشد 70 درجه صحیح و این زاویه باشد 50 درجه فهمید چی رقم شد پس زاویه پی 50 درجه است زاویه او هم چند است 70 درجه است این قوس دقت کنید شگرد عزیز این قوس خود نامش ایکس میگیریم این قوس کلا نامش وای صحیح است آلی سوال به شما گفته x و y دریافت کنید چند میشه پس من این سوال کار که مشابه سوال امتحان است خب زاوی او چی است او است دیگه زاوی او یک زاوی چی زاویه زاوی داخلی است دیگه نه زاوی داخلی است دو وتر دایره هم دیگه را کرده پس چی میشه زاوی او بس 70 درجه است ولی از طریق قضیه که گفتیم میشه یعنی قوسا با هم جمع میشه تقسیم بر دو میشه صحیح پس زاوی او ما اما 70 درجه ما و شما چی میشه میشه یعنی قوس نام شست وای جمع ایکس تقسیم بر دو سیس چون زاوی چه است؟ زاوی داخلی است پس این قوس با هم جمع میشه تقسیم بر دو میشه افتاد باید شد و و زاوی پی چی است؟ یک زاوی خارجی است زاوی خارجی چی میشد؟ قوس کلات منفی قوس خورد تقسیم بر دو باید چند شود؟ 50 شود. پس 50 درجه باید مساوی شد با چی؟ مساوی شد قوس کلان ما شما وای است منفی ایکس تقسیم به دو سیس؟ پس چی شد؟ ای یک سیستم میشه ای اردو ما میتونیم به عنوان یک سیستم حل کنیم خب من ساده تر میکنم اختصار میکنم سیستم و چی میکنم اطراف زب در دو میکنم مثلا است که مخرج خلاف شوه اطراف اطراف در دو کنیم چی میشه پس سیستم ما شما به این شکل میشه زب در دو مخرج خلاص میشه اینم دو دو هفته چند میشه 140 پس میشه وای جمع ایکس مساوی با 140 درجه صحیح است هم زب در دو کن مخرج خلاص شوه چی میشه میشه 100 یا بگیم وای منفی ایکس وای منفی ایکس مساوی است با 100 درجه صحیح است چه رقم شد دیگه پس یک سیستم دو معادله مت دو متحول شد سیستم دو معادله دو متحول چه کار میکنیم از طریق افنا درست روش افنا تا نس دیگه جایگزینی داشته و روش افنا از روش افنا کار میکنیم روش افنا چی میگفت میگفت که باید چه رقم باشه که را میتونیم دیگه عمل چی کنیم جمع کنیم چون ایکس با من فیکس خلاص میشه دیگه پس یه بکشیم هر جمع میکنیم وای وای چی میشه دو وای میشه صحیح آفرین x با منفی x خلاص میشه مساوی است با 100 با 140 میشه 240 پس می میشه 240 درجه صحیح است حالا یک معادله اش اطراف تقسیم بر چند تقسیم بر دو در در وای دیگه تقسیم بر دو در اینجا تقسیم بر دو n دو کد از دو خلاص پس وای مساوی میشه با 240 تقسیم بر دو چند میشه 120 درجه صحیح پس میشه 120 درجه پس وای دریافت شد وای شد 120 درجه خب ولی دهی معادله یا دهی معادله فرق نمی کنه وای 120 میذارم ایکس دریافت میشه دمی اول میمانم دمی اول چی بود بود وای جمع ایکس مساوی با 140 درجه 140 درجه خب به جای وای چند میمانم؟ 120 میمانم پس 120 جمع ایکس مساوی است با 140 درجه خب یک معادله است 120 دوباره انتقال بده علامه 6 120 علامه پشتش است مثبت است لو انتقال بده چی میشه منفی میشه پس x مساوی شده با 140 درجه صحیح منفی 120 درجه 140 منفی 120 چند میشه میشه 20 درجه صحیح پس این چند شد پس شد 20 درجه پس در نتیجهش ما اینجا نشون میکنیم x ما و شما چند شد 20 درجه شد صحیح پس x شد 20 درجه و y شد 120 درجه سیس فهم چی رقم شد دیگه خب پس شاگرد عزیز یه یعنی یک تا مثال دیگه کار کردیم هم از زاویه خارجی داشت هم زاویه داخلی سوال امتحان خیلی زیاد میده امتحانا بسیار زیاد آمده این سوال پس فکرتون باشه صحیح شد پس یه یعنی یک مثال کار کردیم هم زاویه خارجی و هم زاویه داخلی داشت پس می یک تا تیک مارک میکنم پس زاویه خارجی را خلاص کردیم اما بحث بعدی چی است دایره محیطی دقت کنید شاگردای عزیز باز ما دایره محاطی هم داریم بین محیطی و محاطی چه فرق میکنه ما بر یک نکته برات میگم همین نکته را اگه در ذهنت باشه در فکرت باشه دیگه و غلط نمیکنی صحیح است پس فکرتون خوب بسیار فکرت بگیر که بسیار مهم است بس. محیط یعنی چی محیط یک شکل تو میفهمی دیگه محیط یعنی اطراف دور تا دورش دیگر. اطرافش دیگه نه صحیح پس محیط یعنی اطراف دور تا دور پس دایره محیطی دایره ای که در اطراف یک چند باشد به با او دایره میگیم دایره محیطی و دایره محاطی داریم که باز دایره محاطی در, در درس بعدی ما و شماست دایره محاطی چی است محاط داخل است محاط شده است فهمیدی پس دایره ای که داخل یک چند باشد به با او میگیم دایره محاطی پس فکر داشت محیط یعنی بیرون وقتی میگیم دایره محیطی یعنی دایره ما بیرون دور یک چند زلی باشد با اون میگیم دایره محیطی پس دایره محیطی بهش تعریف میکنیم دایره ای که از همه رأس های یک چند زلی بگذرد با اون میگیم دایره محیطی سیست؟ پس محیط یعنی چی؟ بیرون فکرت باشه فکرتان باشه محیط یعنی بیرون پس دایره محیطی دایره باید بیرون چند زلعی باشد و اگر ما یک دایره محیطی داشته باشیم بیرون چند باشد دو دا چند داخل چند زلی مرسوم بهش میگه بهش گفته میشه است؟ پس چنزلی مرسوم یا چندزلی محاتی هم گفته میشه چنزلی محاتی چون محات شده توسط دایره دایره که بیرون قرار دارد میشه چی میشه دایره محیطی و چندزلی که داخل قرار دارد میشه دا... چندزلی مرسوم یا چندزلی محاتی صحیح شد پس ما چی شد نه پس بریم سر تخته مشک برات بکشم خب شاگردای عزیز و گرامی پس چی شد دایره محیطی پس من نوشته کنم دایره محیطی گفتیم دایره محیطی چی هست؟ محیط یعنی بیرون دایره ای که بیرون باشد اطراف چه باشد یک تا چند زلی باشد به عنوان مثال سیس این یک تا چی داریم؟ چارزلی داریم یک این یک دو سه چارزلی داریم این باشد A ای باشد بی سی و دی. سیس این چارزلی رو داریم الان دایر ما و شما چی است دایر ما و شما اطراف است دور از چارزلی شده دیگه نه وجود دارد یعنی چی محیط است اطرافش است پس دایره میشه دایره محیطی و چند زلی چی میشه چارزلی ما و شما میشه چارزلی محاتی یا چارزلی مرسوم بهش میگیم سیس پس دایره چی است دایره محیطی دایره ای که از همه رأس های یک چند زلی بگذرد به اون میگیم چی دایره محیطی پس از چی شد از رأس های از این چند زلی تیر شده عبور کرده پس دایره محیطی دایره ای که از رؤوس یک چند زلی بگذرد از همه رؤوس یک چند زلی بگذرد با اون میگیم دایره محیطی فامیده چرا رقم شد دیگه نه خب یک نکته شاگرد عزیز حالا ما چهار زلی کار نداریم ولی مثلث صحیح صحیح شد دیگه سه زلی دیگه نه دایره محیطی در دا مثلث ما و شما هر مثلثی که بکشیم میتونیم یک تا دایره محیطی به او بکشیم از از تر شود چهار زلی به این شکل نیست به نیست باز شرط دارد که باز اونها رو باز ما صنف های بد میخوانیم ولی در رابطه با مثلث در رابطه با مثلث هر مثلث دلخواهی که بکشیم ما میتونیم یک تا دا دایره از اضلاع از او تر کنیم فیس یک دایره محیطی به او بکشیم خب پس نگاه کنید به ما یک ما شما یک مثلث داریم دایره که از مرکز از تر میشه از راس از باید تر شوه فیس یک زاویه اش باشد فرق نمی به تر میشه البته یکم کلانتر باید بکشم تقریبا چنین دایره میشن صحیح است یعنی هم از زل هم از هم از راست هم از راست و هم از راست ای, ای باشد ای باشد بی باشد و سی باشد از ارسش باید تر شود فهمید چرا خم شد پس دایره محیطی یک نکته سوال امتحان از این زیاد آمده فکرتان باشد دقت کنید وقتی با مثلث داریم مخصوصا مثلث قائم زاویه که سوال با ما شما میته چی هست؟ یک مثلث قائم زاویه داریم میگه دایره محیطی از این تر میشه از اضلاع از رأسای از این تر میشه حال شعاع دایره محیطی رو دقت کنید چون هم از این راست هم از این و هم از این راست تیر میشه خب این دو زله که کار نداریم زله زاویه قائمه میگیم اما این زله کلان نامش چی است وتر دایره وتر ببخشید وتر مثلث دیگه نه وتر مثلث حتما باید هم از این بی و هم از این سی،, سی تیر شوه پس دقیقا وسط از این چی میشه مرکز میشه نه؟ مرکز میشه و شعاع ما چی میشه انمی وتر تقسیم بر دو میشه پس این فکرتون باشه که ما یک مثال قامزاوی اگر داشته باشیم یک دایره محیطی به او بکشیم شعاع دایره محیطی چی میشه نیم وتر میشه وتر مثلث قامزاویه در مثلث های قامزاویه قضیه چی برقرار بود یا تا قضیه فیثاغورس یعنی ما این ایزل و ایزل داشته باشیم وتر میتونیم دریافت کنیم پس یک تا سوال از این کار میکنیم یک تا سوال اینی اگر شش باشد عنوان مثال اینی 8 باشد پس عنوان یک مثال میگم مثال پس این زل, زل ما شش باشد، این زل ما چند باشد؟ هشت باشد. حالا گفته شاه دریافت کنید، یعنی آ دریافت کنید. پس ما نوشته کنیم که ای بی, ای بی، ما و شما هست شش و AC ما و شما، ای سی هست حالا گفته که آ را دریافت کنید، شاه دایره محیطی را دریافت کنید. خب چون مثالت قام زاویه است، خود سوال با اون داده شکله شکل صرف گفتیم که اینی شش اینی هشت اینی ما میتونیم دریافت کنیم فیفت از رابطه فیساغورس رابطه فیساغورس چرا رقم بود تن است میگفت که رابطه فیساغورس به این شکل بود میگفت که شش مربع جمع هشت مربع مسایفت با آر مربع فیفت پس آر مربع مساید با شش مربع جمع اشت مربع پس آر مربع خودش شش مربع چند شش شش سی و شش جمع 8 مربع هشت شفت که جمع چند میشه؟ شفت جمعی جمع شفت میشه؟ یک ست. پس آر چی میشه؟ جذر یک جذر یک ست. چی میشه؟ ده میشه حالتا مثبت منفی ده میشه ولی چون شاه هست یک زل است چی میشه؟ مثبت منفیش قبول نمی کنیم پس آر ما شما چند شد؟ ده شد البته دقت کنید آر نه شاگرده عزیز ایچیت کل وطر دیگه نه ما آر غلط نوشتیم آر نه اینو چی بانیم باید تقسیم به دو کنیم تا دریافت شود پس این نامش چه بانیم بی سی بانیم یا مثلا نامش رو دی با اما بی سی BC بی سی, سی, سی مربع ده انجام میشه بی سی مربع ده انجام میشه بی سی BC بی سی, 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 سی واتر ما شما چند شد ده شد آلش آر گفت آر چی است نیم بی سی است دیگه نیم واتر است پس آر ما شما چند میشه در نتیجه آر ما شما میشه 5 ده تقسیم به دو میشه چند پنج. پس این سوال سوال امتحان است سوال فکر نامش بیشتر سوال مهم است که در امتحان زیاد میایه پس ما و شما اگر یک تا مثلث قائم زاویه داشته باشیم یک دایره محیطی به او رسم کنیم دایره محیطی دایره‌ای دایر که دا ای که از هر سه از, از, از مثلث عبور کنه یا تر شود صحیح است خب هم از این راست تر میشه هم از این راست میشه پس شای از چی میشه شای از 100 درصد باید چی باشد و تقسیم به با دو باید باشه صحیح است پس فکرتان باشه سوال از این زیاد آمده. پس چی شد دایره محیطی یک تا مثلا برای کار کمپس دایره محیطی چی است عزیز یک بار دیگه شما بگن دایره محیطی دایره ای که از همه رأس های یک چند زلی بگذرد او میگیم دایره محیطی درست است یک تا نکته دیگه مونده همین نکته رو بگیم خلاص میشه و اون نکته چی است ما شما اگر یک تا دایره محیطی در مثلث دلخواه داشته باشیم مثلث قاموزا یعنی هر مثلث دلخای داشته باشیم دقت کنید یک مثلث دلخواه ما و شما داشته باشیم این مثلث ما و شما باشد ما با اول دایره بکشیم بون وان اینی ما و شما چی باشد؟ مثلث دلخواه ما و شما باشد اینی باشد سیست ای باشد ا، ای، اینی باشد بی و این نقطه نامش باشد سی خب ما یک مثلث دلخواه داشته باشیم اگر مثلث قامزاویه باشد مرکز چی میشد؟ اما دقیقا ش میشد وسط وتر میشد دیگه وتر دریافت میکردیم تقسیم به دو میکردیم شعاع میشد دقیقاً وسط میشه میشه می وتر مرکز دایره ما شما میشه اما اگر یک مثلث دلخواه داشته باشیم دایره محیط هم به رسم کنیم حالا میخوایم مرکز دایره محیطی رو دریافت کنیم نکته ای است اگر ما همی سیزل بیایم عمود منصف شه رسم کنیم عمود منصف میفهمین چی هست دیگه نه عمود منصف یعنی خطی که هم یک زل نیم میکنه هم زاویش 90 درجه است به عنوان مثال دقت کنید ما شما یک تا خط داریم این پاره خط ما و شما صحیح است ا باشد بی باشد A B. عمود منصف از این چی است خطی که هم همیره نیم کنه هم زاویه بین چند باشد 90 درجه باشد به میگیم عمود منصف درست است یا ناصف عمودی بهش گفته میشه ناصف عمودی یا عمود منصف که زاویه بین چند درجه است درجه است و اور بدونیم تقسیم میکنه درست است پس عمود منصف هم میفهمیم چی است حال ما شما اگر بیایم عمود منصف های همین سه رسم کنیم عمود منصف از دقیقا وسط از ای زل ای دریافت کن وسط زل ای در اینجا میشه صحیح و عمود منصف از این رسم کنم اینی میشه وسط زل ا. ای دریافت از, از اینجا میشه و عمود از این رسم کن به شکل میشه صحیح چون زاویه اینجا 90 درجه است در اینجا چند درجه 90 درجه است وسط زل بی دریافت کن وسط زل بی شما کجا میشه زل بی شما وسط این دقیقا اینجا میشه عمود منصف اینجا میشه چند در 90 درجه است پس این سه عمود منصف هم دیگر در یک نقطه قطع میکنه اما نقطه دقیقا چی است مرکز دایره محیطی است دقت کن دقیقا در مرکز قرار دارد پس یک نقطه بسیار مهم نقطه بسیار مهم دایره محیطی یک مثلث مثلث دلخوا مرکز کجا قرار دارد اما نقطه که عمود منصف های از لای مثلث یک دیگر را میکنه قطع میکنه همون نقطه میشه یا میتونیم بگیم نقطه تقاطع عمود منصف های مثلث میشه مرکز دایره محیطی پس این نکته بسیار نکته مهمی است چرا شد دیگه نه؟ در هر مثلث دلخوا مرکز دایره محیطی چی شد نقطه تقاطع عمود منصف های زل های مثلث چرا شد دیگه درست است خب پس شاگردای عزیز پس دایره محیطی را ما چی کردیم کار کردیم برای تعریف کردیم و تشریح کردیم و یک تا مثال هم برات؟ کار کردیم نکته آخرم برات گفتیم درست است خب شاگردای عزیز کارخانگی تمرین های صفحه 38 و 40 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید باز دوباره چه رقم روان میتونید بکنید از طریق واتساب نمبر چند است؟ 2-0-964-780-255-40-13 درست است؟ خب شاگرده عزیز و گرامی پایان جلسه سوم شاگرده عزیز مانده نباشید بخیر باشید شما را به خود آمند بزرگ می سفارو